رحمت رئیسی، کارشناس مسائل سیاسی از تهران با ما همراه هستند. آقای رئیسی، سلام و عرض ادب. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز اخبار شیعه. بزرگواری آقای رئیسی، آیا نقض حکم دادگاه الله‌آباد توسط دادگاه عالی هند حکایت از استقلال دستگاه قضایی هند از دولت افراطی هندو داره و می توان به احقاق حقوق مسلمانان در سیستم قضایی این کشور امیدوار بود؟ بفرمایید. این ممنوعیت ادامه فعالیت مدارس مذهبی رو میتونیم در چارچوب سیاست‌های دنبال کننده سیاست‌های دوره استعماری انگلیس تلقی کنیم. متأسفانه کشور هند که از قدیم به عنوان یک کشور متکثر و دارای تنوع قومی و مذهبی و نژادی مشهور بوده، به دنبال استعمار انگلیس در قرن 19 و نیمه اول قرن 20 تحت تاثیر سیاست‌های استعماری قرار گرفته و علی‌رغم استعمار استقلال این کشور در 1947 همواره رگه‌های افکار استعماری در خصوص پدیده‌های تضاد و تهاجم و نزاع‌های قومی و قبیله‌ای و نژادی و مذهبی رو شاهدیم که در سال‌های اخیر به دنبال در تنگنا قرار دادن هرچی بیشتر جامعه مسلمانان و ایجاد محدودیت‌هایی که برای اونها در نظر گرفتن هستیم. ببینید، این ایالت شمالی هند، می‌دونید مسلمانان در ایالت‌های جنوبی و غربی و این ایالت مهم هند یعنی ایالت اترپرادش هستند که همونطوری که در گزارش هم اومد بالغ بر 50 میلیون نفر جمعیت این استان رو اینها تشکیل دادن که نقش بسزایی در اقتصاد در مسائل اجتماعی اینها داره. اتفاقا یکی از شواهد مهم تاریخی زیست مسالمت آمیز مسلمان هاست، چون از قرن 4 و 5 که وارد این استان میشن و مستقر میشن و سکنا میگزینن، خیلی جالبه که در کنار هندوها و بودایی ها و نهرهای دیگر هندی یک زیست مسالمت آمیز رو دارن که هیچگاه شاهد این مسئله نبودیم که اینها با هم نزاعی داشته باشن. ولی متاسفانه دولت آقای مودی از 2014 که سر کار اومده متاسفانه به یک مزیقه های زیادی روی آورده در برای این جامعه بسیار متکثر و موجب این مسائلشون شده. در رابطه با اینکه آیا دستگاه قضاییشون یک برگ مثبتی بود، یک اقدام مثبتی بود که دولت دیوان عالی کشور به دنبال فعالیت‌های اجتماعی سیاسی نخبگان اون جامعه انجام داد و این قانون رو لغو بکنه. بله جناب آقای رئیسی، تا چه حد نقش کنشگران سیاسی مدنی و رسانه مسلمان را در اتخاذ این تصمیم از سوی دادگاه عالی هند مؤثر می‌دونید؟ بفرمایید. خب پروازه که نقش الیت ها و نخبگان جامعه در تلاش برای کنشگری سیاسی بسیار پررنگ و اثرگذار. این کنشگران به عنوان لیدرهای اجتماعی میتونن با همراهی مردم به عنوان مرکز ثقل عظیم اجتماعی نسبت به هر گونه مزیقه و محدودیت هایی که علیه جامعه و بخش های جامعه اعمال میشه رو به اصطلاح احیا بکنن، وارد عرصه اجتماعی شدن و سیاسی بشن و با اعتراضات مدنی نسبت به حقوق و حقوق حقیقی مسلمانان و حتی قومیت‌های دیگه و نژادهای دیگه، ولی در اینجا بیشتر بحث بر سر همین مزیقه‌هایی است که برای جامعه مسلمان‌ها اعمال میشه رو نقش آفرینی کنند. تحقیقاً با آگاهی بخشی و بیداری جامعه و همراهی اونها در احیای حقوق این جامعه هم موفق میشن. تلاش های سیاست مداران معتدل، الیت ها، نخبگان و به ویژه اینجا تاکید باید کنم روی حقوق دانانی که واقعا مستقل هستند و از تبعیض نژادی بیزار هستند، که پیشینه تاریخی هم در این زمینه ما داریم که اقدامات احیاگرانه شد، مثل مسجد آمریکا که مال معبد سیکاها بود، معبد سیکای آمریکا، اونها با فعالیت‌هاشون تونستن جلو هجمه این دولت رو بگیرن. بنابراین نقش الیت‌ها و سیاست مداران و حقوق دانان در این خیلی مؤثره
و میتونه به طور کامل در برابر این حجمه دولت مودی قرار بگیره. بله، چگونه میشه دولت حاکم را وادار نمود تا به اصول دموکراسی سایر احزاب و مذاهب پایبند بوده و با سوء استفاده از قدرت و قانون حقوق آن را نقض نکنه؟ با استفاده از اهرم‌های کارآمد در حال حاضر که وجود خارجی هم داره و به حمدالله به برکت همین وجود فضای مجازی و نقش اینترنت و رسانه‌های بین المللی به اطلاع رسانی می‌توان اقداماتی که دیگه از منظر حقوقی طبق قانون اساسی هند، می‌دونید که قانون اساسی هند هم به تبع از قانون اساسی انگلیس از رویه قضایی یا همون رویه عرفی استفاده می‌کنه و این یک برگ مثبتی است، برگ برنده است در دست حقوقدانان که بتونن وارد این عرصه بشن و بر اساس قانون اساسی که معتقد است که آزادی‌های اجتماعی و دموکراسی رو مبنای سیاست هم قرار میده اعمال بکنن. من در اینجا یک نکته را هم اشاره بکنم، در گزارشتون اومده بود. ببینید بحث سکولاریسم که مطرح میشه، ما در اینجا بحث سکولاریسم سیاسی داریم، ولی سکولاریسم فلسفی اصلا در هیچ جامعه‌ای نمیتواند اعمال بشه. سکولاریسم فلسفی مبنا و منشأ تکثر جامعه هست. بنابراین سکولاریسم سیاسی و این مسئله مدارس هیچ نوع به اصطلاح دخالت و فروبال دادن مثلا در حوزه سیاسی و دخالت مذهب و نژاد در امر سیاسی نیست. بنابراین اون سکولاریسم برقرار هست. یک اهرم دیگه محرس مسئله همبستگی خود مسلمانان هند هست، مسلمانان جنوب و غرب و مسلمانان شمال که در همین استان مستقر هستن باید با هم، چون اینا نیروهای بالقوه بسیار مهمی در صحنه اجتماعی سیاسی و اقتصادی هند هستن، به خصوص در هنگام انتخابات. خب این بالغ بر 245 میلیون جمعیت مسلمان صاحب رأی هستن و دولت‌های روی کار آمدنشون رو دولت‌های مختلف به اصطلاح مدیون و نیازمند به این آرا هستن. این یکی دیگه از اهرم. یک اهرم دیگه هم مسئله همراهی با سازمان‌های مردم و انعکاس اخبار درونی و مضیقه‌ها و محدودیت‌ها و اعمال فشارهایی که از سوی دولت و یا جریان‌های علیه مسلمان‌ها یا هر نژاد دیگه انجام میشه، انعکاس اونا به سازمان‌های بین‌المللی و همراهی اونها با سازمان‌های بین‌المللی و از طریق فشار آوردن به اصطلاح تصمیمات سازمان بین‌المللی بر دولت هند میتونن به این نتایج مثبت برسن که این مضیقه ها به پایان برسه. بله، تشکر میکنم از همراهیتون. رحمت رئیسی، کارشناس مسائل سیاسی از تهران همراه ما بودند.